یک قوطی اسپری رنگ و یک دیوار و پیامی که هیچ رهگذری نمیتواند نادیده بگیرد. راهی برای انتقال پیام که بشر از عصر حجر از آن استفاده کرده. دیوارنگاری یا گرافیتی حتی پس از ظهور سوشال مدیا و اینترنت و رسانه همچنان از اقبالی جهانی برخوردار است. گرافیتی کاران گاه هنرمندانی مشهورند که آثار آنها در گالری های مطرح جهان به نمایش گذاشته می شود و تا میلیون ها دلار به فروش می رسد. اینجا در محله چلسی لندن شاید به ندرت اثری از گرافیتی یا شعارنویسی روی دیوارها ببینید، اما گالری ساعتچی مجموعه ای از آثار هنرمندان گرافیتی از شهرهای مثل نیویورک، برلین و همین لندن رو کنار هم قرار داده در نمایشگاهی به نام فراتر از خیابان. راجر گستمن، برگزار کننده این نمایشگاه، میگوید هیچ چیز جای گرافیتی را نمیگیرد. روی دیوار هیچ کس نمیتونه جلوی حرفی که میزنید و بگیره یا ادیتش کنه. رایگان اون جلوی چش هم هست. میتونی پیام سیاسی تو فریاد بزنی. میتونی مبارزه کنی همش تو خیابونه. وقتی همه چیز سانسور میشه، خیابون جاییه که میتونی حرفتو بزنی. وجه مشترک دیوارنگاری در غرب با نمونه ایرانیان، ریسکی است که نگارشان بر سطوح شهری برای نگارنده به همراه میآورد و کمتر نقاش گرافیتی میتوان یافت که سابقه ای در پلیس نداشته باشد. به راحتی میتونم بگم که اکثر هنرمندای این نمایشگاه حداقل یه بار به خاطر کار گرافیتی دستگیر شده. اما در مقایسه با تمرکز بر وجوه فرمی و هنری گرافیتی در غرب، نمونه های ایرانی وجه سیاسی بارزتری دارند و اغلب به طور مستقیم پیام اعتراض به حاکمیت را منعکس میکنند و جلوه ای از نافرمانی مدنی اند. زن، زندگی، آزادی. دیوارنویسی و گرافیتی در ایران امروز ابزاری قدرتمند است برای ابراز نارضایتی. اقدامی که برخلاف رسانه‌های اجتماعی و اینترنت محدود شدنی و قابل فیلتر نیست. به آسانی هم رصد نمی‌شود و هر قدر هم برای پاک کردنش هزینه شود، به سختی می‌توان جلوی تکرار آن را گرفت. با اینکه اینجا سه بار پاک کردن دوباره نوشته شد. در خفقان جامعه‌ای که موزه‌گیری آشکار علیه حکومت و آزادی بیان خطرات جانی و مالی به همراه دارد، گرافیتی بیش از هر چیز به اتحاد و همصدایی، تقویت نیروی جمعی و مقاومت بیشتر کمک می‌کند. شعارنویسی روی دیوارهای کوچه و خیابان در جنبش‌های اعتراضی ایران معاصر سابقه دیرینه دارد. پیش از انقلاب 57 و در تمام 4 دهه پس از آن، به ویژه در جریان جنبش سبز، نمونه های بیشماری از فریاد تغییرخواهی بر دیوار شهرها ثبت شد. اما از تابستان گذشته و پس از قتل حکومتی مهسا امینی، این گونه از اعتراض با مشارکت گسترده جوانان و نوجوانان جانی تازه به خود گرفت. گرافیتی نگاران برای شنیده شدن صدایشان اماکن عمومی را هدف قرار می دهند. پلها، ساختمانهای دولتی، پلاکارت ها و تابلوهای تبلیغاتی، وسایل نقلیه عمومی، مجسمه ها و دیگر نمادهای جمهوری اسلامی. شعارهای سیاسی بخشی کلیدی از گرافیتی در ایران را تشکیل می دهد. به همراه چهره مبارزان و کشته شدگان و البته شاه بیت شعارها که این روزها بیش از همه دیده می شود، زن، زندگی، آزادی. مبارزه مدنی مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی و نافرمانی مدنی رنگین کمانی از شیوه های خلاقانه دارد. نه به حجاب اجباری، اعتصابات سراسری، رقص و آواز در خیابان و البته دیوارهایی که فریاد می زنند. نیکی یزدانی، لندن.